در رابطه با اعتصاب و اعتراض رانندگان کامیون و کامیوندارها تقدیم حضورتون میکنیم. ادامه میدیم. یک حمایت دیگه به دستمون رسیده، جمعی از فارغ التحصیلان استان کهگیلویه و بوی رحمت نوشتن گرانی روزافزون قطعات دکی، پایین بودن کرایه ها و سایر اخاذی ها جان کامیونداران کشورمان را به لبشان رسانده است و 6 روز از اعتصاب مجدد خود را از سر گرفتند تا صدای اعتراض خود را به صدای اعتراض سایر اقشار میهنمان، کارگران و بازاریان و کارمندان و غیره پیوند دهند. پافشاری و ایستادگی آنها برای تحقق خواسته هایشان الگویی است برای همه مردم ایران. ما جمعی از فارغ التحصیلان استان کهگیلویه و بوی رحمت حمایت قاطع خود را از این کامیونداران عزیز کشورمان اعلام میکنیم. و اما خبرنگار سیمای آزادی از فرخشهر گزارشی در مورد اعتصاب کامیونداران در این شهر فرستاده. قبل از اینکه گزارش رو با هم ببینیم، از این فرصت هم استفاده میکنیم و از همه هموطنان که برامون گزارش تهیه میکنن و خبرهای خودشون رو برای سیمای آزادی میفرستن ضمن قدردانی تشویق میکنیم که هرچه بیشتر ما رو مطلع بکنن تا بتونیم به اطلاع همه مردم برسونیم و در واقع نقش خبرنگار افتخاری سیمای آزادی رو ایفا میکنن. همینطور که میبینید کامیونداران فرخشهر دست به اعتصاب زدن و تا رسیدن به خواستهشان به اعتصاب ادامه میدهند. خبرنگار سیمای آزادی. اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران همچنین در فضای مجازی گسترش و بازتاب بسیار زیادی پیدا کرده. در این قسمت از برنامه همراه هستیم با همکارم و خلاصه ای از اونچه در فضای مجازی در رابطه با همین اعتصاب، یعنی اعتصاب کامیوندارها، این روزها به چشم میخوره. خواهش من بفهمید. من هم سلام میکنم به همه همراهان عزیز در هر کجا که هستین و به سراغ فضای مجازی میریم و بازتاب اعتصاب کامیونداران که تا حالا به 248 شهر هم رسیده. رژیم طی این مدت خیلی تلاش کرد که با دستگیری کامیوندارها یا تهدید اونها این اعتصاب رو متوقف بکنه. از جمله که از اقدامات رژیم این بود که پیام‌هایی رو به راننده ها به شکل SMS ارسال کرده. یک نمونهش رو میبینین که گفته که برای جلوگیری از قاچاق سوخت، سهمیه سوخت راننده هایی که بعد از گذشت 7 ساعت از سوختگیری برای بارگیری اقدام نکنن قطع میشه و این از جمله تهدیدهایی است که رژیم کرده. اما با این حال امروز هم اعتصاب کامیوندارها پرقدرت و متحد همچنان ادامه داره. تصاویری از این اعتصاب رو می‌بینیم. تصویری هست از اعتصاب راننده های کامیون در قم که تاکید کردن که هیچ نیرویی نمیتونه اتحاد مردم بیسته و به اعتصابشون ادامه میدن. همچنین در اصفهان کامیوندارهای کمپرسی شنکش هم به این اعتصاب پیوستن و همبستگی خودشون رو اعلام کردن.
فیلمی هست از صحبت‌های کامیوندار که خطاب به افرادی که شایع می‌کنند اعتصاب نیست یا متوقف شده، میگه که اعتصاب همچنان ادامه داره و مشکلات ما هم ادامه داره و تا وقتی که این مشکلات هستن ما هم به اعتصابمون ادامه میدیم. هفته 97. خب آقای اونی که میگین اعتصاب نیست، ببینین این وضع لاستیکم، این زاپاس لاستیک نو بود ترکید، خب همون لاستیک احتمالا بدن و باز به ترک. بعد این لاستیک های نگاه نمیتونم بخرم چون گرون شده، مشکل لاستیک نیست. شما یعنی که هی میگین اعتصاب نیست، اینو بدون ما از کسی سبقت میگیریم یا یکی پشت سرمونه لاستیک میتره که بدبخت میشن. واسه خاطر دلالی هی نگون اعتصاب نیست، اعتصاب هست. فیلم دیگه ای هست از بوکان و ادامه اعتصاب راننده ها که امروز 7 مهر هم ادامه داره و گفتن زنده باد راننده های با غیرت. هفته 97 اداره کامیونداران بوکان اعتصاب پابرجاست. زنده باد رانندگان با غیرت. تصویر دیگه هست از ساری و ادامه اعتصاب کامیوندارها. همونطور که میدونین هر روز و هر لحظه به این اعتصاب در شهرهای مختلف اضافه میشه. فیلم دیگه هست از زرین شهر و اعتصاب کامیوندارا که تاکید کردن تا رسیدن به خواسته ها به این اعتصاب ادامه میدن. همونطور که گفتم بعضا در فضای مجازی اینطور شایعه میکنن که اعتصاب در بعضی شهرها متوقف شده و این باعث شده که خیلی از راننده ها با انتشار فیلم هایی که ادامه اعتصاب رو نشون میده به این در واقع شایعات پاسخ بدن و بگن که اعتصاب همچنان پابرجاست و دعوت کنن که سایر اقشار هم به این اعتصاب بپیوندن. این فیلم از اتوبان قم کاشان هست. عوارضی قم به کاشان. چی میگه اعتصاب نیست؟ هر کی میگه اعتصاب نیست نگاه بکن. هر دو تا باند خالی از کامیون. تاریخ 7/7/97. تصویر دیگه هست از اتحاد کامیونداران و پیامی که کاربری نوشته تماشاچی نباشیم و از اعتصاب کامیوندارها حمایت بکنیم. حکومت فشار به راننده ها و بازداشت اونها به دنبال شکستن اعتصاب هست، اما ما با حمایت خودمون میتونیم این اعتصاب رو گسترش بریم و در واقع پشت راننده ها بایستیم. فیلم دیگه ای هست که صحبت های یک کامیوندار رو نشون میده و کاربری که اون رو منتشر کرده گفته که دستگیری اثر نداره وقتی که کامیون حرکت نمی کنه و وقتی که اقتصاد کشور در بحران کامل هست، خواه نخواه این اعتصاب هم همچنان ادامه خواهد داشت. به نام خداوند بی همتا، یه درودی داریم خدمت همه راننده های عزیز. آقایون، وضعیت ما راننده ها طوری شده دیگه ماشین ها مقابل کار کرد نیسته. این وضعیت لاستیک معنا. ببینیم به نظر شما با این لاستیک ها میشه دیگه کار کنیم؟ میتونیم بار ببریم؟ باید چه بکنیم؟ این وضعیت لاستیک کردم و وضعیت لاستیک های کفی معنا. آقای مسئول که توقع کارم های راننده داری، به نظر خودت با این لاستیک ها میشه کار کنی؟ آقای لاستیک ها خطر نداره برای مردم، ما باید چجوری با این لاستیک ها کار کنیم؟ هر وقت هم با این لاستیک ها کار میکنیم هر پلیس رو این رسیده این جریمه مو کرده. نزدیک 200,000 تومن این برج با جریمه شدم فقط با فقط به خاطر لاستیک. این آش این بازیه لاستیک ها. بله، این هم گوشه ای از خشم راننده های با غیرت که اعتصابشون رو ادامه میدن. همچنین یک اینفوگرافی منتشر شده که گسترش این اعتصاب رو روز به روز و شهر به شهر نشون داده. همونطور که میبینین روز اول این اعتصاب 31 شهریور ماه از 18 شهر شروع شد و روز اول مهر در واقع به 136 شهر رسید. در روز دوم مهر به 156 شهر، روز سوم به 157 شهر، روز چهارم مهر به 200 شهر، پنجم مهر به 210 شهر، تا ششم مهر به 236 شهر رسید و امروز هم که به 248 شهر تا کنون رسیده.
البته صدای اعتصاب کامیوندارها از مرزهای ایران هم گذشته و حمایت‌های بین‌المللی رو هم به دنبال داشته. از جمله کامیوندارهای هلند در حمایت از راننده‌های ایران یک رژه داشتن که فیلمش رو در فضای مجازی منتشر کردن. همچنین پوستری هست از تظاهرات ایرانی‌های آزادی‌خواه در نروژ در حمایت از اعتصاب کامیوندارها. امروز راننده‌های اتوبوسرانی مشهد هم تجمع و اعتصاب داشتند که اعتراضشون به بالا رفتن هزینه‌ها بوده و در واقع به نوعی حمایت از این اعتصاب محسوب میشه. یک فراخوان دیگه هم که طی روزهای اخیر زیاد در فضای مجازی منتشر شده اعتصاب بازاریان و کسبه کل کشور بوده که این فراخوان از همه اقشار و بازاری‌ها خواسته که روز 16 مهر ماه به این اعتصاب سراسری بپیوندند و با تعطیل کردن مغازه‌های خودشون در واقع اعتراض به گرانی و تورم رو نشون بدن که با حمایت اقشار مختلف میشه این اعتصاب به یک اعتصاب سراسری تبدیل بشه. از همینجا درود می‌فرستیم به همه مردم معترض ایران، هر قشر و صنفی که هستن، که هر جا که هستن از هر فرصت برای گفتن نه خودشون به رژیم ولایت فقیه استفاده میکنن. بله، با تشکر از شما به خاطر گزارش فشرده ولی در این حال جامع و جالبی که از اعتصاب کامیونداران در فضای مجازی برای ما و بینندگان عزیز ارائه دادید. بینندگان عزیز، ویژه برنامه اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه داره. من از حضورتون خداحافظی میکنم تا دقایق دیگه. همکارم این برنامه رو با خبرها و تحولات جدید در رابطه با کامیوندارها ادامه خواهد داد. شورید برد نیست آن خواب جنگ و